اولین جا اومدیم به این خیابون بغداد یا بغداد جاده سی، مثل اینکه چه این اسمی هم داره، اومدیم به اینجا که توی قسمت آسیایی استانبول هست. از هتل ما که نزدیک میدون تقسیم حوزه یه ساعت راه بود و مترو، ولی خیلی راحت رسیدیم به اینجا. اینجا خیابونه دیگه، یه خیابون معروفه و مغازه و فروشگاه و کافه و رستوران و از اینجور چیزا. خیابون خیلی قشنگه و اطراف درخت داره، سرسبز، رفت آمد ترافیک ماشین خیلی کمه و آدم هم خیلی ریلکس، آروم، مثل اروپا. عالیه. تاکسی گرفتیم که از این خیابون بغداد بریم به مودا. مودا فکر میکنم که منطقه کادیکوی هست. الو، بقیه همون رسیدن. تاکسی سواری خوش گذشت. کجا اومدیم؟ کادیکوی. کادیکوی مودا. اینجا موداه و خیلی لوکالا میان اینجا، توریست نداره خیلی. اینجا که قیافمون اصلا به توریستا نمیخوره، مخصوصا مامان من با اون کلاهش میبینی پوستم. تاکسی هم اینجا به نظرم به نسبت ارزونه، یعنی ما الان یه مسئله چقدر طول کشید؟ حدود 20 دقیقه طول کشید، کمتر از 50 لیر شد که الان حدود 3 یورو فکر کنم میشه. میارزید؟ به دنبال یک لقمه غذا، به دنبال یک لقمه گربه، اسکندر کباب. ما هم یه دونه گرفتیم دیگه. این چیه؟ اون همون دور املت که داشتم. ساره، دور املت نمیدونم چی. مال شما چی بود؟ نمیدونم چی چی؟ کباب با گوجه، نمیدونم چی چی؟ اسما رو بلد نیستیم ما. اسکندر کباب با گوجه و ماسته؟ با سس گوجه و ماسته. اینجا پارک مودا بستان. آندری میگه که اینجا سیلینگ سکوله، یعنی مدرسه مثلا چی میگن قایق سواری اینا، بچه‌ان میگه با این قایق‌های کوچیک. It's because of the smallest yacht which exists. It's a fin class. I don't know, we call it fin at least. Anyway, its size approximately like bass. آها، مثل وانه همون مثل آها، هالف متر، یا لگن و یک سواری میگه که برای یاد گرفتن قایق سواری و اینا امروز مثلا خیلی روز خوبیه، چون باد نمیاد و هوا آروم و اینا. اینا مثلا میتونن یاد بگیرن چجوری جهت بادبون و بادبون میگه تغییر بدن و تمرین کنن و از این بشه. جاهایی که الان رسیدیم و داریم راه میریم به نظر میرسه دیگه جاهایی هست که در زندگی عادی در جریان، خیلی در اون حد توریستی نیست، یعنی در حد اون چه میدونم سمت میدون تقسیم و اینایی که ما بودیم در اون حد توریستی نیست. و یه ذره من حسم اینه که چهره واقعی تر زندگی و شهر و مردم آدم میتونه اینجا ببینه. اکسچنج اینجا واقعا در هر گوشه و کناری هست. قیمت ها الان مثلا 18 اگه آدم پیدا کنه برای یورو بهترینه، مخصوصا برای بچه هایی که از اروپا میان. اگه میخواییم بیاییم ترکیه، اصلا تو آلمان که ما میخواستیم پول چنج کنیم یک وضعیت افتضاحی بود. مثلا الان که هر
یک یورو هستش 18 لیر حدوداً، حالا مثلا 17 خورده 18 توی آلمان مرسوم اکسچنج میگفت 11. بعد دیگه من رفتم برای بچه های آلمان غیز بانک، اونجا بهترین قیمت رو داشت، حدود 17 تا حساب کرد که باز خیلی خوبه. ولی الان اومدیم اینجا میبینیم که اصلا خیلی قیمت ها خوبه، خیلی راحت میشه پول چنج کرد هر گوش و کناری، جز که اکسچنج هست و فی هم ندارن، یعنی کارمز نمیگیرن. تو آلمان فکر کنم 8 یورو هم از من کارمز گرفته بود. و در مورد اینکه آیا اصلا لازم هست که آدم پول چنج کنه قبل از اینکه بیاد استانبول، باید بگم که طبق تجربه من در یه حد کمی همینقدر چنج کنین که وقتی اومدین بتونین پول تاکسیتون رو بدین. ما رسیدیم به این مجسمه گاو بوفالو، چی اسمش؟ تن لش قشنگ، دیدی؟ اینا چه جالب، این طرحای توش هم یک کمی با هم فرق دارن، ولی برای هفت سین همشون هم دست سازه، زیرش نوشته بسه بب نشون دادم هندمید نوشته، همه دست سازن. بعد از گاوه حالا این یکی داره این مالی آیه یاریم کیلو یاد گرفتیم همه جا، یاریم کیلو، یاریم کیلو، یه نیم کیلو. خب ششمه رو هم پیدا کردیم، بریم میوه بشورید دوستان، بیاییم با اسکیل میوه شوری هاشونت رو کنم. ششمه الان میگونه از آب نمیاد، یعنی از میوه تو بیابون هم نباید بگذاریم، باید بشورید همونجا بکنه. بخورید هم لیو به همین دلیل میوه خریدم اصلا خرامون باشه. دقیقا خوبه میوه هاش. آلوچه همه جا تموم شده، اینجا همچنان دارن تر و تازه ترش. گرج سبز آلوچه، گرج سبز، گرج سبز پرفیکت با رینی فون کاف. اینجا میدون انقلابه، میدون انقلاب عکس امام و اینا بود. چهارم ولی اصل نبود، چهارم ولی اصل، چهارم فکر کنم چهارم ولی اصل. فارسی یادم نیست. آره دوستمون خارجیه خیلی. این دقیقا ترمینال میدون آزادیه، دقیقا نفر اول. چی میبینی؟ What do you see? Actually, it's very, very foggy, but you can take a look. I see the mosque, masjid, فقط یه ذره بزرگتره. Yeah. خیلی به موقع رسیدیم. کجا بریم؟ بریم پایینش. بریم. اینجا فرقش اینه که اول میپزه بعد مثل که دو مرحله. آره اول آبپز میکنه، یک کمی آبپز میکنه و بعد آب میده.
این حافظ مصطفی فکر کنم جذاب‌ترین فروشگاه استانبوله. باقلواهاش عالین، عالی. ببین بعد اینجا سه طبقه چیزه، یعنی کافه سه طبقه، سه طبقه جا داره که بشینی. ما اومدیم بالای بالا ببین منظره رو. سوپر. Isn't it perfect. ببین منظره رو فقط. کیک میوه، کیک توت فرنگی. نه 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 به به باقلوای من هم اومد. بوی هم از تو چیه؟ چونفه. بیا 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 گود؟ پرفتو. امروز صبح ما داریم میریم به یکی از مال‌های استانبول خانواده زر خرید مرید کنن. خواستم بهتون در مورد تاکسی‌های اینجا بگم. ما دیروز دو بار فکر کنم تاکسی سوار شدیم. اولین باری خیلی خوب بود، حدود مثلا 10 دقیقه یا ربع تاکسی خیلی خوب بود، قیمتش هم خوب بود و اینا. بعد دیشب یه مسیر مثلا 10 دقیقه‌ای، یعنی تاکسی‌ها دیوونه کردن، یه قیمت زیاد میگفتن اصلا چیز وحشتناک. الان هم باز خواستیم تاکسی بگیریم. تاکسی اول میگم چقدر میشه، میگه که با تاکسی متر. سوار شدیم، خب ما دیده بودیم تو گوگل مپس مثلا 10 دقیقه حد اکثر یه ربع راهه. بعد طرف هزار تا داستان داره در میاد که نه نیم ساعت طول میکشه و فلان، و مثلا مسیری که حد اکثر 50 لیر باید بشه یه 200 خورده میشه. فقط ما رو برد، راهمون رو دور کرد چون ما نزدیک ایستگاه مترو بودیم. ما رو برد یه جای دورتری، یکم پولم ازمون گرفت، 20 لیر هم ازمون گرفت. دوباره بعد مسیر رو برگردیم با مترو بریم. یعنی تاکسی اینجا واقعا خیلی سعی میکنن مثلا حقوق و تریک پیاده کنن که مجبور فرمازم و یه پول زیادی بهشون بده. ولی خلاص اگه اینجا آمدین حواستون جمع باشه، حتما قبلش چک کنین که چقدر تاکسی بعد ازتون بگیره، چون میگم مسیر مثلا 40-50 یورویی و طرف مثلا 4-5 برابر قیمت حواستون نباشه ازتون میگیره، راهتون هم دور میکنه و به درد سر میندازه آدمو. اینجا فکر کنم اگه در حال مرگ باشی هم هیچ شانسی نداری. ببینید این آمبولانسه، این هم وضعیت خیابونا. دانه به اینجا وارد هر جایی که میشه. الان مثلا اینجا پاساژ مرکز خریده، سکیوریتی داره، یعنی تکون میخوری این فرودگاه مثلا با بر سکیوریتی. امروز روز آخر سفر ما به ترکیه است و شب پدر مادرها پرواز میکنن به ایران، برمیگردن به ایران و من و آندری و شهرزاد و پویا تا حدود یه ساعت و نیم دیگه تاکسی میاد دنبالمون و میریم به سمت فرودگاه که بریم برلین و از اونجا کلی برنامه داریم با هم. یه یورو تریپ داریم، کلی سفر میخواییم بریم توی اروپا، ولی خب الان میخواییم بریم برای آخرین صبحونه این مسافره با پدر مادرها. سلام علیکم. آخرین صبحونه این مسافرت میشه جان، خوش بگذره. بسته بندی کردیم همه چیو؟ چمدون مرتب؟ بله 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 شما هم پنگ بیدار شدی؟ نه بابا بر میزن. خب گریه زاری ها شروع شد، الان به مدت یه ساعت ادامه داره. پویا اومد با عکس ها دوستان، شاهد مراسم عکس بینون هستیم. عکس ها که توسط جناب پویا گرفته شدن. حساب نیست، عکس های مانا خیلی خوشگلن، پارتی بازی کردی. مانا کلن فوتوجنیکه. آره کلام هستی ولی نه سری فوتوژنیکه. آره
در یه داغه. سوغاتی ها رو استفاده کنید و... الان باید ذوق سوغاتی داشته باشین، گریه اینا نداریم. بعد چمدون بعدی نیست سوغاتی کنید دیگه، راش باز شد دیگه، راه. آره سفر بعدی دلیم. خدا حافظ. خیلی خوشحالم ما را افتادیم به سمت فرودگاه. بدترین قسمت سفر رو پشت سر گذاشتیم که همونا چیست؟ خداحافظی. یه قسمتی که اونا که میمونن معمولا سخت‌تره. خیلی سخت‌تره. دقیقا. باید رفت. در چمدون رو باید بست. No, I was sick. He says we will cry. Andre will do war. No, we will cry if it will not be this. We're gonna pay and cry. Our credit cards are already crying. He was yesterday so upset. I said, why are you so upset? It's about money that you spend in these 2 weeks. He said, yes. بالاخره این خواهر و این کی منی تو با جناب اصل جنس امتحان کنن، برجی از آبجو.